هفته های اخیر سیل خسارات زیادی رو به استان‌های گیلان و مازندران وارد کرد. راستی چرا هر بار با بارندگی و ایجاد سیل شاهد چنین وضعیت فجیع هستیم؟ آیا باید گناه رو صرفاً به گردن طبیعت انداخت؟ اجازه بدید گزارشی رو در همین رابطه با هم بدید. همه ساله با رسیدن فصل باران مشکل سیل آب گرفتگی هم بر مشکلات مردم میهنمان اضافه می شود. علت آن هم نداشتن سیل بند در مسیل‌ها و مناطق سیل خیز است که در حاکمیت آخوندی انجام نمی شود و استفاده بی‌رویه از مراتع و قطع بی‌رویه درختان و غارت جنگلات توسط ایادی رژیم این مشکل را بیشتر می کند. بارندگی در برخی از مناطق مازندران موجب قطع برق، اختلال در تردد و آبگرفتگی معابر شد. در استان گیلان هم شدت بارش موجب آبگرفتگی معابر در لاهیجان و لنگرود شد. این اتفاقات در حالی روی داده که با هر بارندگی شهر فاقد پشتیبانی لازم برای مقابله با سیل است. هواشناسی گیلان بیشترین بارش ها را در لاهیجان با 264 میلیمتر، لنگرود 222 میلیمتر و در رودسر با 178 میلیمتر اعلام کرده است. در حالی که اگر به استانداردهای شهرسازی نگاه کنیم می‌بینیم کشورهای دیگر با چندین برابر این بارندگی چنین اتفاقی برایشان نمی‌افتد. طبق تعریف استاندارد سیلاب زمان روی می‌دهد که خاک و گیاهان نتوانند بارش را جذب نموده و در نتیجه کانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی روان آب ایجاد شده را نداشته باشد. روش‌های اصلی مهار سیلاب شامل احیای جنگل‌ها، احداث سیلبندها، سدها، مخازن و کانال‌های سیلاب بر می‌باشد. رژیم نه تنها اقدامی برای پیشگیری نمی‌کند بلکه مسیر جاده‌ها را به زمین‌های پست که مسیر سیلاب است منحرف کرده و مردم و مسافرین را طعمه سیل می‌کند. توضیح بدم که بودی چندش görürsüz 10 il bundan qabaq əhalinin dediyinə görə Dorbəcədan imiş amma təsadüfə xatir bağlayıblar və yolu Dorbəcədan xuruzunu tabloçu görürsüz onun bəğəlindən və körpünün altından veriblər. Bu məsirdəki görürsüz həmin dünənki məsirdir ki Azər şəhərində və körpünün zirgozərində bir qeyri-usulü zirgozər və xurucudur ki, veriblər maşınlar buradan gedəndə sel rubərudan gəlibdir, üzbəyüzdən gəlibdir, maşınları müsafirləri ilə həm basıb aparıbdır, həmən o aşağı məntəqiyə və orada da mütəəssifanə ölümlərinə bahis olubdur. یک روز پس از جاری شدن سیل در روستاهای دیفشل و تالش محله لنگرود و روستای صدسر لاهیجان حال آب فروکش کرده و مردم در حال بازسازی منازل و اماکن تجاریشون هستند. هیچی نمونده. این خونه داداش من. هیچی رو نیاوردیم بیرون. این اساساشه. ما رو دیدی حیات ما رو ببین حیات ما رو. فقط یه باز گذاشیم بریم بیان. این پولم آب جور بما همین زار زندگی دیوار و یخچال و تلویزیون اصلا زندگی نه یعنی واقع بارندگی شدید و سیل بیش از 50 میلیارد تومان به تأسیسات خانه ها و راه های استان گیلان خسارت وارد کرده است. سیلاب در استان های گیلان، فارس و خراسان شمالی خساراتی به بار آورد. 500 خانوار در لاهیجان و لنگرود استان گیلان خسارت دیدند. در استان خراسان شمالی و 4 روستای هومه شیروان هم سیل باعث تخریب مزارع، باغ‌ها و واحدهای دامی و جاده‌های روستایی شد. با تکرار سالانه این سیل‌های ویرانگر، حاکمیت غرق در فساد آخوندی هیچ اقدامی برای پیشگیری نمی‌کند و همه ساله مردم ما را در برابر سیلی که خودش مسبب آن است، بی‌دفاع می‌گذارد.